من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری و اکنون همی خواهم ز تو چه از گفت خیشم واخری بودها تراشیدم بسی بهر فریب به هر کسی مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آزری آمد بطی بیرنگ و بو دستم معطل شد به دو استاد دیگر را به جو بحر دکان بودگری دکانز ز خود پرداختم انگازها ها انداختم قدر جنون بشناختم زندیشه ها گشتم بری جر صورتی آید به دل گویان برون رو ای مزل ترکیب او ویران کنم جر او نمایت لمتری چه در خور لیلی بود آنچس که او مجنون شود پای علم آنچس بود کوراست جانی آنسری با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2449 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. من پیش از این می خواستم گفتار خود را و مشتری و اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خیشم واخری هم همطور که خدمتتون ارز کردم قرار شده که در خوندن ابیات مولانا و مخصوصا ابیاتی که تو برنامه های گنج حضور به شما ارائه میشه ترکیب ترتیب و تکرار رو رعایت کنیم این ترکیب و ترتیب و تکرار در مورد قصای مصنوی صادقه و بیت هایی که پشت در هم میچینیم صادقه یعنی در یه طرحی به شما ارائه میکنیم در مورد غزل صادقه چه غزل مثلا شیش بیته چه بیتی بعد از چه بیتی اومده حتی در مورد یه بیت غزل هم صادقه که شما توجه کنید کلمات رو مولانا چه جوری چیده و اگر شما ابیات رو تکرار کنید مثلا همین بیت اول رو تکرار کنید پس از یه مدتی متوجه میشین که بعضی از واجه ها دارای بار هستند در نظر شما میاد که مهم هستند مثلا در این بیت یکیش من هست یکیش پیش از این هست این منظور چی هست یکی میخواستم هست یه حالت استمرار داره یکی گفتار من هست یکی مشتری هست این مشتری چیه و چرا من اینقدر حرف میزنم یکی اکنون هست که من یه چیز دیگه میخوام همینطور همی که حالت استمرار داره پس از واقعی این یکی تو هست تو چیه و من چیم چه چی از گفت خیشم یعنی از این همه حرفی که در سرم میگذره تو منو بخری دوباره بخری توجه میکنین یکی چی این آره که بررسی کنیم و شما توجه کنین که این حاجه ها مهم هستن میبینین که بیت خیلی وسیع و جامع هست و یه قسمتی از زندگی شما رو بیان میکنه و اگر نه اگر توجه به این نکنید ممکن است یه معنی ساده که مفهوم در ذهنتون بسازید معنی ادبی بکنید بگذارین برین اون فایده نداره باید بیتو زیاد بخونیم و معناشو به ما تحویل بده من همون من اصلی هست امتداد خدا من که از جنس هوشیاریه که قبل از ورود به این جهان مرکزش عدم بوده و اگر به اون شکلها نگاه بکنیم شکلهایی داریم من همون هوشیاری هست که ما اون هستیم از جنس زندگی هستیم یا خداوند هستیم و مرکز ما عدم هست من این هستم همونطور که میدونید من ذهنی یه توهمه اصلا وجود نداره و ما داریم بیدار میشیم به این که این من وجود نداره و از اونجا که ما مرکزمون رو جسم کرده ایم و بر حسب اینا میبینیم و اینا عینکمان که من ذهنی به وجود اومده پس من پیش از این میخواستم یعنی در این حالت و که ما وقتی وارد این جهان میشیم به صورت من اصلی جنس زندگی که سمنیت، عقل، هدایت و قدرت رو از مرکز عدم یعنی از خداوند یا زندگی میگیریم وارد این جهان که میشیم این چیزهایی که در داخل دایره نوشته شده و یا هر چیزی که مهمه و دیگران میگن مهمه مخصوصا پدر مادرمون با اینا همانیده میشیم یعنی ما به عنوان سانه امتداد و خداوند که خلاق هستیم مفهوم ذهنی اینها رو یعنی اینها رو تجسم میکنیم به صورت فکر به اونا حس و هویت تزریق میکنیم پس از اون اونا میشن مرکز ما و ما بر حسب اونا میبینیم و چون تعداد اینا زیاده مثل این نقطه چین ها وقتی از روی این فکر به صورت رد میشیم یه تصویر ذهنی به وجود میاد مثل فیلم سینمایی و یه من به وجود میاد یه من ذهنی به وجود میاد که از فکر ساخته شده مولانا وقتی میگه من پیش از این میخواستم منظورش همین من اصلی هست که ما هستیم نه این منی که به طور توهمی ساخته میشه میبینین که در این حالت من اشتباها عقل و حسامنیت و هدایت و قدرت رو از این نقطه چینها یعنی همانیدگی ها میگیرم اما مولانا میگه که یه اتفاقی میفته و اون اتفاق این است که همینطور که میبینید وقتی ما حس امنیت رو از این نقطه چین ها که چیزهای آفل هستند مثلا مثل پولمون یا تصویر ذهنی پدر مادرمون یا انسان های دیگه میگیریم اینا چون آفل گذرا هستند شروع میکنن به تغییر و ما میترسیم حس امنیتمون به خطر میفته و ما فکر می کنیم که اگر میزان اینها را زیاد کنیم و مخصوصا اگر حرف بزنیم و با حرف خودمون رو متقاعد کنیم توجیه کنیم دیگران را هم قانع کنیم که ما آدم مهمی هستیم و ما با ارزش هستیم ما نخواهیم ترسید و به خیال این من ذهنی که از چیزها حس امنیت میگیره اگر این چیزها زیادتر بشند یا ثابتتر بشند ما نمی ترسیم در حالی که ما می دونیم وقتی یه چیز آفلی در مرکز ما قرار میگیره گیره هرچی هست ما از اون نمی تونیم حس امنیت بگیریم نمی تونیم حس هدایت بگیریم نمی تونیم قدرت بگیریم نمی تونیم عقل بگیریم چون عقل این چیزها رو داریم این عقل نیست کافی نیست برای ما برای همین ما شروع میکنیم به حرف زدن فکر میکنیم که اگر مثلا اشتباه بکنیم زیاد حرف بزنیم بیرون رو دیگران رو متقاعد کنیم اونها اگر به ما بگن ما مهم هستیم با ارزش هستیم ما واقعا مهم و با ارزش خواهیم بود از طرف دیگه چون این جسم یعنی این تصویر ذهنی من ذهنی همطور که میبینین از زندگی قطع شد از زندگی نمیتونه دوباره حس امنیت بگیره حس امنیت اصلی در ذات ماست هدایت اصلی در ذات ماست قدرت اصلی درونه یعنی وقتی از جنس زندگی هستیم و عقلم اون داره در واقع ما عقل خدا رو میخواییم که فعلا عقل خدا رو رها کردیم به عنوان من اصلی و اقل این چیزها رو گرفته ایم چون از طریق اینها نگاه میکنیم اینا عینک ما شدند و پس من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری این حالت رو میگه که ما من ذهنی داریم درسته اما این برمیگرده به این که مولانا به ما میگه که شما میتونید مرکزتون رو عوض کنید چجوری با تسلیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به سن که مرکز ما را دوباره عدم میکنه مرکز ما را از جنس هوشیاری میکنه به عبارت دیگه ما دوباره از جنس اولیه میشیم که پیش از همانیده شدن این حالت تسلیم ما رو تبدیل میکنه به اون هوشیاری که بودیم از اول وارد این جهان شدیم و این حالت از دست دادیم پس وقتی میگه این این یعنی اینکه ما متوجه بشیم که این حس امنیتی که ما از طریق حرف زدن میگیریم این به و نمیتونیم با از همسرمون از پدر و مادرمون و از افراد دیگه حس امنیت بگیریم هر چیزی رو که جسمه در مرکزمون قرار بدیم شروع میکنیم به ترسیدن و این چیز درد خودش رو خواهد داشت و از طرف دیگه وقتی من ذهنی درست میکنیم یعنی به سرعت از روی این همانیدگی ها رد میشیم این تصویر ذهنی که اسمش من ذهنیه بسیار خراب کننده است یعنی شروع میکنیم به تخریب ما شروع میکنیم به تخریب ابعاد مختلف زندگیمون یه مقدار از حرف زدنمون برای این است که نه ما مخرب نیستیم ولی تا زمانی که اینا در مرکز ما هستند اگر دائما حرفم بزنیم باز هم مخرب خواهیم بود یک چنین به اصطلاح موجودی که اسمش من ذهنی هست به ابزار ملامت مجهز که کارها را اشتباه بکنه و به اندازه گردن دیگران و ما میدونیم اگر هر کاری رو از طریق دید همانیدگی ها بکنیم یعنی بر حسب اینا فکر کنیم عمل کنیم این خراب خواهد شد اینا میدونیم ما توجه میکنین پس اگر ما بر حسب من ذهنی فکر کنیم و عمل کنیم خراب کنیم و شروع کنیم به توجیه باید خیلی حرف بزنیم از طرف دیگه این میدونیم من ذهنی ناموس داره زیر بار نمیره که اشتباه کرده بهش بر میخوره ناموس یعنی حیثیت بدلی و همینطور پندار کمال اولا پندار کمال داره اینا رو خواهیم دید که قبول نمیکنه که اشتباه کرده توجه میکنین داریم میگیم بر حسب اینها اگر فکر کنید عمل کنید با من ذهنی حتما تخریب میکنید ما چون من ذهنی داریم و پندار کمال داریم و ناموس داریم زیر بار نمیریم در نتیجه مجبوریم هی حرف بزنیم هی حرف بزنیم که آی مردم اشتباه نکردم تقصیر من نبوده اگرم اشتباه کردم مثلا تقصیر ژن پدرم بوده مادرم بوده خانوادگی اینطوری هستیم تقصیر مدیرم بوده تقصیر تربیتم بوده تقصیر جامعه بوده اصلا من بد تربیت شدم و اینجور باید خیلی حرف بزنیم و برای اینه باید مشتری پیدا کنیم توجه میکنیم و مقدار زیادی از حرف زدن ما بستی از اینجا ناشی میشه که ما نمیتونیم از این چیزهای سمنیت بگیریم میترسیم و با حرف زدن میخواهیم این حس امنیت رو تأمین کنیم و از دیگران بگیریم ما میخوایم مردم رو متقاعد کنیم که به من توجه بدین منو تأیید کنید که من مهم هستم و هیچ اشکاری ندارم ما با من ذهنی مشکوک هستیم به خودمون شک داریم و دائما تقلید میکنیم شما به من بگین این تقلیدی که من کردم و فکرهایی که میکنم و خلاصه عملی که میکنم اینا درستند پس باید خیلی حرف بزنم و برای حرفم مشتری پیدا کنم یه سوال به جایی نست که شما از خودتون بپرسید چرا من اینقدر حرف میزنم و چون مثلا ما حرف میزنیم دیگران رو عوض کنیم دیگران نمیخوایم عوض کنیم که اینا بهتر بشن میخوایم مثل ما بشن چه تعدادیه آدم های مثل من زیادتر بشه تا نترسم من توجه میکنین برای اینکه میبینین حس امنیتی این از چیزها میاد حس امنیت یعنی نترسیدن حس امنیت کردن و همینطور حس هدایت هم نداره حس هدایت رو از خشمش از ترسش و از حسادتش از خرابکاریش میگیره از کار افسایش میگیره هدایت رو و قدرت رو از ترسوندن دیگران میگیره عقلش عقل چیز همون عقلی که مردم دارند و از جامعه یاد گرفتن اینا رو مقایسه کنید با سن و طرب حالا گفتیم وقتی شما فضا رو باز میکنید یا تسلیم میشین مرکزتون عدم میشه این عقل رو که الان از عقل خداوند عقل کله مقایسه کنید با اون عقلی که ما از همانیدگی ها میگیریم درسته این عقل همانیدگی یا عقل نیست دائما تخریب میکنه پس بنابراین میبینین که ما این همه حرف میزنیم یکی رو عوض کنیم که مثل ما بشه که ما نترسیم شما از خودتون بپرسین که چرا من اینقدر حرف میزنم چرا دارم سعی میکنم همسرم و دوستمو، هم و دوستم و مردم رو عوض کنم بگم مثل من فکر کنید برای اینکه میترسم حس امنیت ندارم حس امنیت ما از چیزا میگیرم پس مولانا میگه که شما بیاین این درک رو بکنید که مرکزتون نمیدونه جسم باشه اگر مرکزتون جسم باشه حس امنیتتون هدایتتون قدرتتون عقلتون به خطر خواهد افتاد پس تجسم کنید اون چیزی که ذهن میده مهم نیست بازیه بارها این شعر رو میکنیم که ظاهر او بازیه توجه کنین یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد و جد ظاهر او بازی ظاهر یعنی اون چیزی که نشون میده شما بگینیم بازی خداوند این فضاگوشایی مهم جدیه درسته جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهل تو یعنی همین عقل من ذهنی تنازی درسته اینا رو میدونید پس وقتی که شما اون چیزی که ذهن نشون میده بازی شد و جدی نشد نیومد مرکزتون این مرکز عدم میشه بلا فاصله متوجه میشین که عقلتون عوض شد از چی از اینکه تقلید میکردین فکرهای قدیمی رو به کار میبردین و سبب سازی میکردین یعنی حالتهای علت معلولی داشتین که این چیز به اصطلاح باید عمل بشه تا این بشه بعد این بشه این بشه خلاصه اینا در برابر سن و آفریدگاری خداوند قرار بدین وقتی مرکز عدم میشه درسته مولانا میگه که شرح اندر سینت بنهادیم درسته یعنی خاصیت فضاگوشایی رو در مرکز انسان گذاشته ایم در نگر در شرح دل در اندرون تانه آیت تانه لا توبسرون یعنی فضا رو در درونت باز کن تجسم کن چون چیز که چی ذهنت نشون میده مهم نیست بذاریم باز بشه و تا خداوند به تنه نزنید چرا منو نمی بینید حالا اگر مرکز عدم بشه و این فضا همینطور باز بشه باز بشه باز بشه میرسیم به مفهوم این یه جایی میرسه شما متوجه میشین که اه شما از جنس عدم هستین هوشیاری هستین شما از جنس من ذهنی نیستین و من ذهنی توهمه اینا در درون احساس میکنین پس الان این معنی میده من پیش از این پیش از این که درست فضا باز بشه به اندازه کافی من حس کنم از جنس زندگی هستم یعنی وقتی من ذهنی داشتم اولا زیاد حرف می زدم سانیان هم دنبال مشتری می گشتم پس من من ذهنی داشتم دنبال مشتری می گشتم شما می دونی اگه شما من ذهنی داشته باشین به عنوان من ذهنی حرف بزنیم مشتری اگر بتونید پیدا کنید همه منهای ذهنی هستن یعنی باید بگیم که من پیش از این من ذهنی داشتم زیاد حرف میزدم دنبال مشتری حرف بودم الان متوجه میشم که مشتری حرف هم منهای ذهنی بودن آدم مثل مولانا که حرف های به اصلا یاوه من ذهنی رو نمیخره که حرفه های یاوه من ذهنی وقتی به عمل در میاد تخریب میکنه به نام تعریف توجه کنید انسان وقتی میاد به این جهان اول من ذهنی میسازه که من ذهنی عقل مخرب داره باید فضا را باز کنه باز کنه باز کنه بر اساس این فضای گشوده شده درسته دست به سون بزنه آفریدگاری بزنه و این فضا تربناکه پر از شادیه و این شادی بیسببه سببه شادی بی سبب یعنی چی؟ یعنی شما نمیگین که امروز پولم زیاد شده یه دفعه خوشی به شما دست میده این شادی باسببه سببه ذهن ایجاد میکنه و مردم در من ذهنی دنبال این شادی هستن که اسمش خوشیه درسته؟ من پیش از این میخواستم به طور مستمر میخواستم زیاد حرف میزدم میخواستم منهای ذهنی م... مشتری من بشم و حرفهای من رو بخرن برای چی اینو میخواستم شما از خودتون بپرسید خیلی سوال خوبیه چرا اینقدر من حرف میزنم چرا اینقدر مشتری من ذهنی میخوام پیدا کنم بگن که راست میگی کاملا راست میگی تقصیر تو نیست این که مثلا تو تو جبری نمیتونی زندگی تو عوض کنی برای اینکه جنت خرابه برای اینکه جامعه بده برای اینکه فرهنگت خرابه اصلا تقصیر تو نیست تقصیر تربیتته توجیه شد من حق دارم اینطوری باشه زندگی ما عوض نکن و ما میدونیم که این سبب سازی ذهنی چی یکی از فریب هاست در بیت های بعدی میگه که بت ها تراشیدم بسی همون جاست بحر فریب هر کسی یعنی من بت می تراشم تراشیدم البته قبلا اگر این تبدیل صورت گرفته درسته قبلا بت تراش می تراشیدم بت یعنی موجودات ذهنی یه باور یه الگوی ذهنی یه اظهار نظر توجه میکنین ژن من خرابه برن اینکه ژن خانواده ما خرابه از ما همهمون من خشمگین هستیم توجه میکنین این سبب سازی شما رو در جب نگه میداره من زندگی میتونم بکنم اگر دیگران بذارم استدلال من ذهنیه اگر دیگران بذارن یعنی دیگران نمیذارن این توهمه این چیه؟ این فریب خوده پس بود ها تراشیدم بسی بحر فریب هر کسی یعنی من بود تراشیدم الگوهای ذهنی موجودات ذهنی فکری رو ساختم به مردم فروختم هم خودم رو فریب دادم هم اونا رو پس دو نفر رو فریب میدم یکی مردم و یکی هم خودم رو. شما میتونین انشا بنویسید که من خودم رو چجوری فریب میدم توجه میکنین چجوری فریب میدم بودها تراشیدم بسی بهر فریب خودم و دیگران درسته مست خریلم من کنون یعنی فضا را گشودم و غرق زندگی خدا هستم آثار من ذهنی در من نمونده یعنی همین حالت و بیشتر این فضا باز میشه باز میشه باز میشه باز میشه مثل این این دایره اگر هیچ همانیدگی نمونه مست خدا میشین مست خلیل میشین و متوجه میشین که از آزری یعنی بت ساختن آذر پدر فرض میکنیم پدرش بوده بعضی هم میگن اموش بوده مولانا بیشتر میگه پدرش بوده از آزری یعنی بودسازی و بت پرست درست کردن شما توجه کنید که چجوری ما خودمون بت پرستیم برای اینکه اقلام ذهنی رو می پرستیم فکرها رو می پرستیم مکانها رو می پرستیم زمانها رو می پرستیم و هر انسانی که از ده دوازده سالگی گذشته و هنوز من ذهنی داره استاد بت سازی و بت پرست سازی ما قشنگ بت پرست درست می کنیم هر من ذهنی با ارتعاش درد بود پرست درست میکنه بود پرست یعنی چی؟ یعنی آدم من ذهنی به سازونو بپرسته و اقلامش هم بپرسته هر چیزی که در مرکز ماست ما اونو میپرستیم به محض اینکه اومد مرکز ما دیگه ما حالا هر چی میخواد, میخواد باشه میخواد پول باشه میخواد یه تصویر ذهنی باشه مثل ت... میخواد تصویر ذهنی دیگران باشه بذارم مرکزم بگم من عاشق شما شدم ولی در واقع من همانیده شدم عاشق نشدم چون عشق از این فضای گشوده شده میاد هر کسی فضای بدرونش گشوده شده باشه به خداوند زنده شده باشه این عاشق نه اینکه چیزها رو مرکزش جمع کرده باشه بر حسب اونا ببینه من ذهنی داشته باشه یکی از اون چیزها هم تصویر ذهنی خدا باشه بگی من عاشق خدا هستم نه نمیشه اون اون همون آذره آذر بتسازه و پرست سازه شما نگاه کنید که ما بچههامون رو چجوری بتپرست بار میاریم فشار میاریم تا مثل ما بتپرست بشن بوت بذارن در مرکزشون درسته پس فهمیدیم من امتداد خدا پیش از این این برمیگرده به این حالت که فضا اینقدر باز شده که من تبدیل شدم از من ذهنی درسته از این حالت به این حالت منتها فضا اینقدر باز شده که من خودم از جنس زندگی میبینم و میدونم من پیش از این پیش از این اسمش تبدیله دنبال مشتری میگشتم برای حرف زدن خودم اما الان که فضا باز شده درسته و من از جنس زندگی شدم الان ز تو تو یعنی خداوند زندگی و معنیش این است که من نمیتونم خودم خودم و از دست گفتار خودم بخرم چون ما من حرف میزنم من ذهنیمو میسازم اگر تو ذهن باشم خودم از دست خودم نمیتونم بخرم و اکنون همی خواهم ز تو این خواستن از تو چه لحظه به لحظه ادامه میدم یعنی فضاگوشایی میکنم پس خواستن از او یعنی خداوند شما رو از دست حرف زدن تو نجات بده مستلزم فضاگوشایی لحظه به لحظه است و اکنون همی خواهم ز تو چه از گفت خودم از حرف زدن خودم که مرتب مشغول حرف زدنم در ذهنم بخری واخری یعنی دوباره بخری منو بخری که چی بشم دوباره تبدیل به تو بشم تبدیل به امتداد خود تو بشم که جوهری بشم که جوهرم باشد که قایم با خود است وان عرز باشد که فرع او شده است به محض اینکه از گفتار خودمون خداوند ما رو بخره ما روی بینهایت و ابدیت خداوند میستیم روی ذاتمون زنده میشیم پس تبدیل میشیم من ذهنی تبدیل شد به چی؟ به من اصلی که هم از خودش آگاه هم آینه است هم ترازو و ذهنشو میبینه تبدیل شد به ناظر به شاهد که تماما از جنس زندگی خالصه دی الان دیگه حرف نمیزنه بلکه وقتی حرف میزنه زندگی حرف میزنه درسته پس فهمیدیم قبل از این تحول من با تراش بودم بودها تراشیدم بسیار شما از خودتون بپرسین بوتای زیادی تراشیدین یا نه خواهین دید که تراشیدین و هر بوتی را پرستیدین و هر بوتی درد خودش رو داشته هر همانیدگی درد خودش رو داشته هر انسانی را که گذاشتین مرکزتون درد خودش رو داشته چشیدین و بوتا تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی دیگران را فریب دادم اما دیگران رو با گفتار خودم فریب دادم علت این که ما این همه حرف میزنیم میخواهیم دیگران را فریب بدیم توجه میکنین و شما میدونین تا زمانی که من ذهنی داریم ما خروب هستیم وقتی این یعنی این تحول در ما صورت گرفت ما به سرن دست زدیم به آفریدگاری دست زدیم و به طرف دست یافتیم اون موقع فریب نمیدیم هیچ کسو. مقدار زیادی از گفتارمان برای فریب دیگرانه و مقدار دیگه ای از گفتارمان برای فریب خودمونه. توجیه میکنیم که تقصیر من نیست. تقصیر اونه. ولی تا زمانی که من ذهنی هست در ما این کارا فایده نداره. ما خروب هستیم خراب میکنیم. یه توجیه بکنیم با حرف زدن درونی من تقصیر من نیست تقصیر اونه تقصیر من نیست تقصیر اونه تقصیر من نیست تقصیر اونه و سبب سازی کنیم دلایلش هم پیدا کنیم خودمون هم قانع کنیم داریم چیکار میکنیم خودمون رو فریب میدیم پس الان فهمیدیم چرا اینقدر حرف میزنیم حالا شما میتونید به خودتون تلقین کنید که این حرف زدن ما فایده نداره که هیچ مخربم هست شما میتونین به خودتون تلقین کنین من نمیتونم با من ذهنیم که حرف میزنم دیگران رو تغییر بدم پس بهتر حرف نزنم فری به خودم هم فایده نداره من باید حرف نزنم انستو کنم تا این یعنی تبدیل صورت بگیره بوتها تراشیدم بسی بحر فریب به هر کسی حالا اگر واقعا به خودتون تلقین کنید که دیگه خودم رو نمیخوام فریب بدم دیگرانم نمیخوام فریب بدم در این صورت فضا باز میشه شما میشین فضای گشوده شده مست خدا میشین مست شادی میشین مست خلیل میشین خلیل تمام بوتاشو شکسته بوتی نداره خلیل همون که من ذهنی را دید گفت این خدای من است وقتی او فول کرد گفت من آفلین رو دوست ندارم او فول کنندگان را دوست ندارم و همه اون نقطه چین هایی که دیدین اینجا او فول می گفت هیچ کدوم من نگه نمیدارم در مرکزم دوست ندارم یعنی نمی پرستم باید از مرکز من برم بیرون وقتی اونا رفتن شد مست خدا و حالا سیر آمدن شما از آزری دو جوره یعنی بطسازی و بطپرستی و بطپرستسازی توجه می کنیم بطسازی میسازیم می سازیم می دیگران هم وادار می کنیم همون بط رو بپرستن بس بطپرست می سازیم این آزریه آزریه نه آزر بودن بطساز بودن درسته و دو جور هست یا اینقدر شما درد کشیدین سرتون به دیوار خورده دیگه گفتین نمیخوام بت بسازم الان فهمیدم یا نه واقعا انسان عاقلی بودین همین چیزها رو از مولانا شنیدین گفتین که من گوش میدم به مولانا و من این بت ها رو از مرکزم بیرون میکنم یه خورده که تجربه دارم میدونم که هر چیزی که به مرکزم میاد به من درد میده و من میشم خروب من نمیخوام اینو دیگه هر چیزی که ذهنم نشون میده بازیه نمیتونه به بی مرکزم بیاد همون موقع این فضا گشوده میشه درسته پس سعی میکنیم که همون چیز نباشه مثل که اعتیاد هن مهار عاقلان اعتیاد طبعا بهار بیدلان یعنی اگر به اجبار ما فضا را باز کنیم آسمان رو باز کنیم این افسار عاقلانه اگر با اطاعت این فضا و آسمان رو باز کنیم این بهار آشفغان توجه میکنید در زمینم میدونیم که هیچ با من ذهنی وقتی عمل میکنیم بر حسب همانیدگی ها که مراداتت همه اشجست پاس پس کسی باشد که کام او رواست همه مرادهای ذهنی ما که ما میخوایم برسیم مثلا ازدواج کنیم خوشبخت بشیم چه بینم گرمای عشق داشته باشیم خانوادهمون گرم باشه اونجا فضای عشقی باشه اینا همه با من ذهنی شکسته پاس امکان نداره همچه چیزی چون من ذهنی درد سازه و خرروبه. یعنی سرنوشت ما اینه که پس از ده تا ده, ده سال من ذهنی حتما فضا گشوده بشه ما به زندگی یا خداوند زنده بشیم چاره‌ای نداریم و یعنی خروب میشیم تا آخر عمرمان که مرادات ما تمام مرادهای ما شکست پاس هیچ کدوم از اون چیزهایی که به ذهن تجسم میکنین چیز خوبیه دوستی خیلی چیز خوبیه وفا کردن خیلی چیز خوبیه خیانت نکردن خیلی چیز خوبیه نمیدونم تعهد خیلی چیز خوبیه همه اینا چیز خوبیه چیز خوبیه. هیچ کدوم به دست نمیاد به طور ذهنی به دست میاد به طور اصلی باید فضا گشوده بشه تا ما عشق رو واقعا حس کنیم این یادمون باشه پس بنابراین این که ما هی حرف بزنیم مرادات ما شکست پا بشه شکست پا بشه هی حرف بزنیم آقا مراد ما با من ذهنی برآورده شده شما نمیدونید من چقدر خوشبختم رابطه هم با همسرم خوبه با بچه‌ام خوبه با مردم خوبه اصلا انقدر من خوشبختم دائما شادم یه از وقت ما صرف این چیزها میشه که مردم ما رو درست ببینن اونطور که میخوایم ببینن ولی ما اونطور نیستیم برای اینکه ما میدونیم هر کسی که بر حسب این نقطه چین ها میبینه مراداتش اشکسته پاس این آدم خوشحال نیست خوشبخت نیست نمیتونه باشه نمیتونه باشه هرس و شهوت چیزها اسیرش کرده و میترسه عقل نداره هدایت زندگی رو نداره قدرت عمل نداره هی hey, میترسه میترسونه میترسه میترسونه ذهنش دائما مشغول این همانیدگی هاست و داره کنترل میکنه انسانی که کنترل میکنه میترسه ترس از اینه که چیزهای آفر در مرکزشه این آدم نمیتونه خوشبخت بشه اما عملا چون به این چیزهای خوب دست پیدا نمیکنه میخواد با حرف زدن و تایید گرفتن از مردم بگه که اون چیزها رو من دارم از خداوند جدا شده به طرب اصیل دست نداره نمیتونه پیدا کنه و میسر نیست با خوشی های همانی ها زندگی میکنه ولی میخواد از مردم تایید و توجه بگیره که بگه من اون چیزها رو دارم بر اساس چیزهایی که دارم یعنی این چیزها به من اونا رو میدن در حالی که ما میدونیم نمیدن و چند بیت میکنم ابیاتی خواهم خوند که شما قبلا دیده این و این ابیات رو پشت سر هم گذاشتیم شما گوش بدین خودتونم هم یاد داشت کنید یا کپیشو بگیرید از وبسایت ما و تکرار کنید و از خودتون بپرسید علت زیاد حرف زدن من چی هست علت فروش این حرف ها چی هست شما مثلا ببینین که یه خاصیتی از خودتون رو به مردم بفروشین که بر اساس اون بگین که بگین من مهم هستم هنر خیش بپوشم زه همه تا نخرندم به دو ای بلنگم چه خرد جز تو امیرم یعنی تمام هنرهای اکتسابی رو که از این جهان یاد گرفتم با ذهن اینها را می پوشونم چه تا هیچ من منو نخره، این برعکس این است که ما حرف میزنیم حرف میزنیم تا خودمون بفروشیم یا یه خاصیت خودمون رو بفروشیم بخونید هنر خیش بپوشم ز همه یعنی همه مردم تا هیچ من منو نخره و من با دو صد عیب که دارم حالا دیگه میفهمم عیب دارم چرا یه کسی که بررسی کنه چرا انقدر حرف میزنم چرا میخوام یه چیزی رو به مردم بفروشم میفهمه که نقصهایی داره که میخواد با این کار اونها رو کامل کنه و اونها کامل نمیشند وقتی رابطه شما در خانواده خراب باشه این با این چش مردم بگم مهمین و نمیدونم نتونی این رابطه رو درست کنی یا رابطت با خودت خراب باشه حس نقص کنی حس بیچارگی کنی حس کمرزشی کنی بترسی حس عدم امنیت بکنی حس نادانی بکنی اگر ما حس نادانی بکنیم چرا؟ برای اینکه هر کاری میکنیم خراب میشه درسته؟ اگه مردم به ما بگن عاقل هستید یه چیزی رو هم امضا کنن بدن دست ما بیا من امضا کردم شما عاقل هستید ما عاقل میشیم واقعا مثل زحاک که استشهاد میگیره و از مردم که شما بیایم همه امضا کنید که من آدم پادشاه عادلی هستم عادل میشه آدم به دو ای بلنگم شما میگین ای بهاتونو رو میبینین که غیر از خداوند کسی ما رو نخره و شما میدونید بیان خمیر مایه گر تو خمیر تن را سه سال گرم داری نانش فتیر باشد یعنی اگر شما فضا نکنید و از اون فضای گشوده شده یه مایه یه مایه خمیر به این چیزهایی که شما تولید میکنید فکر میکنید میسازی نیاد هر کاری بکنی به نتیجه نمیرسه هر نانی میپذی آخرش فتیر میشه خمیر میشه خوردنی نمیشه ای آن خمیر مایه گر تو خمیر تن را صد سال گرم داری نانش فتیر باشد داریم میگیم که با حرف زدن نمیشه ما زیاد حرف میزنیم که خودمون و دیگران رو متقاعد کنیم که با من ذهنی فکر و عملمون درسته نیست نیست پس زیاد حرف نزنید و حرفتونم هم نفروشین این درک که این کار من ابسه چون اگر برکت از این فضای گشوده شده نریزه به فکر و عملم این فکر و عمل نتیجه خوبی به من نخواهد داد تخریب خواهد شد خب شما اینقدر حرف نمیزنید این برای چی حرف بزنم من که نه خودم رو میتونم عوض کنم نه دیگران ها. همین جمعیه که از, از تو میخوام که بخری یعنی من خودم خودم رو نمیتونم درست کنم من فضا رو باز میکنم تو درست میکنی و تو و من فرقی نداریم درسته اما شما میدونین که هرچه من ذهنی میبافه به عنوان فرعون پاره میشه جهت فرعونی چو بی توفیق بود هرچه او میدوخت آن توفیق تفتیق بود تفتیق یعنی شکافتن پاره جهت فرعونی کوشش های ما با من ذهنی حرف زدن مردم متقاعد کردن خودمون رو متقاعد کردن به هیچ جا نمیرسه هر چی میدوزیم فکر میکنیم عمل میکنیم میسازیم پاره میشه مرادات ما اشجست پا میشه آخر خراب میشه یعنی خاصیت خروبی از ما زایل نمیشه خب این بیت به شما میگه که اینقدر حرف نزن با من ذهنی حرف نزن و عبیات انستو را می خونیم. بله. بود پرستی چون به معنی در سور صورتش بگذار و در معنی نگر. مرد حجی همراه حاجی طلب. مرد حجی همراه حاجی طلب. خواه هندو خواه ترک و یا عرب. منگرن در نقش و اندر رنگ و او بنگرن در عزم و در آهنگ و توجه میکنید میگه اگر بت پرست باشی در صورت ها میمونی تو صورت به انداز فضا رو باز کن در معنی بنگر مرد حجی مرد حج یعنی اگه حاجی هستی میخوای بری خدا رو ببینی داری تمثیل میزنی نه اینکه مکه میری اگر میخوای بری خدا رو ببینی با او یکی بشی اگه مرد حجی در این صورت همراه عاشق به طلب الان شما میگین من میخوام برم زیارت خداوند حاجی بشم درسته پس فضا رو باز میکنی همراه عاشق میطلبی هم انسان هم خود زندگی پس ظاهرش چه ذهن میده میخواد هندو با هندی باشه ترک باشه عرب باشه اصلا مهم نیست پس اون چیزی چی که ذهنشون میده مهم نیست هم در شما هم در بیرون بعدا میگه من در نقش و اندر رنگ و او البته بعضی ها ممکنه باشه بنگرند در نقش و اندر رنگ و بو بنگرند ازم و در آهنگ و او پس بنابراین توجه میکنیم ما فکر میکنیم نقش میسازیم و حرف میزنیم از نقش دفاع میکنیم خیلی ها با سبب سازی ذهنی و با اقلام ذهنی که در اینجا گفته انگاز ها انداختم انگاز ها انگاز ها وسایلی که ما با آنها بوت میسازیم، چه محتوا چه ابزارش چون در یکی از بیت ها میگه که دکان ز خود پرداختم انگاز ها انداختم قدر جنون بشناختم زندیشه ها گشتم بری درسته ما با سبب سازی نقش می سازیم مثلا بعضی ها میگن من ستون این خانواده هستم من ستون این شهر هستم اصلا من ستون این مملکت هستم من نباشه این مملکت فرو میریزه. ریزه همچون چیزی نیست اینو ذهن شما می سازه شما حتی ستون خودتونم با من ذهنی نمیتونیم باشین این ستون دائما فرو میریزه. پس میگه به نقش یعنی اون چیزی چی که شما میده به عنوان من نقشه ها شکل های مختلف من ذهنی شما هستند که کارهای مختلف انجام میدن نقشه ها شما رو نباید به و شما دائما حرف بزنید از نقشه ها دفاع کنید نقشه هایی که ما معمولا داریم پدری مادری استادی معلمی نمیدونم بنای خوبه کارگر خوبه هر نقشی که شما به خودتون میگیرین دائما حرف میزنین که خب این نقشی که من دارم عالیه نه شما نقش نیستین اصلا نه دائما حرف بزنین من مادر خوبی هستم نه پدر خوبی هستم نه معلم خوبی هستم هیچ نقشی نه, نه ستون این خانواده هستم شما ستون خانواده نیستید ستون خانواده زندگیه من گرم در نقش و اندر رنگ اگر رنگ و بو بخونیم میشه رنگ یعنی فکر بو یعنی هیجاناتی که وقتی فکر به جسم بدن ما اعمال میشه هیجان تولید میشه بو یعنی هیجان رنگ یعنی جهت فکری یه فکر پس بنابراین منگر اندر نقش و اندر رنگ و بو یا رنگ و او اگر رنگ و او بگین میشه نقش و فکرهایی که رو میسازه نسخه های مختلفه بنگرن در عزم و در آهنگو شما الان به عزم و آهنگ خداوند نگاه کنید یا به اون عاشقی که داره میره زیارت خدا یعنی یه عده فضاگوش ها هستن یا به عزم و آهنگ اونا نگاه کنید یا به عزم و آهنگ خود زندگی بنابراین اون چیزی که نقش به شما میده اینا رها کن نقش صورت مختلف من ذهنیه توجه میکنید داریم میگیم که چرا ما اینقدر حرف میزنیم و حرف رو میخوایم بفروشیم شما میدونید حرف های من ذهنی ما رو آدم های مثل مولانا نمیخرن که من های ذهنی میخرن ما از من های ذهنی میخوایم تایید بگیریم برای اینکه بگیم ما هم هستیم ما هم دیده میشیم شما میگین الان شعرشو خوندیم من نمیخوام دیده بشم من نمیخوام دیده بشم من نمیخوام نقش خوبمو به دیگران نشون بدم بله و همینطور این سه بیتی که دائما میکنیم من گران در نقش زشت و خوب خیش بنگران در عشق و در مطلوب خیش من گران که تو حقیر یا ضعیف بنگران در همت خود ای شریف تو به هر حالی که باشی میطلب آب میجو من ای خوش‌لب ها میگه به نقش زشت و خوب که ذهن درست میکنه به اون نگاه نکن خب اگه به اون نگاه کنید دائما باید حرف بزنید بابا نقش زشت من خوب آی مردم اصلا چه احتیاجی به مردم دارین شما وقتی که باید فضا رو باز کنید به خداوند زنده بشین احتیاج ندارین شما چه احتیاج به تایید و توجه مردم دارین که بگم به شما مهم هستین شما واقعا برجسته هستین دیده میشین ستون هستین اصلا ما به شما تکیه میدیم اگه تکیه دادن بدونین که وضع خرابه توجه میکنین اونها من ذهنی دارن هیچ چیز نباید به ما تکیه کنه باید فضا رو باز کنه به زندگی تکیه کنه منگران در نقش زشت و خوب خیش ذهن نشون میده بنگران در عشق عشق یعنی فضا گشایی عشق یعنی یکی شدن با زندگی در مطلوب خش. مطلوب ما زندگیه مطلوب ما عشقش یعنی یکی شدن با خداوند پس ببین داره میگه فضا رو باز کن به این نگاه کن نه اینکه فضا رو ببندی و به نقشی که ذهنشون میده زیاد حرف زدن ما برای اینی که به نقشه های ذهنیمون توجه داریم میخوایم از اونا دفاع کنیم و کسی به شما میگه بیعقلی باش چشم بیعقل چی شد مثلا من گران که تو حقیر یا ضعیف ذهن ما رو حقیر و ضعیف نشون میده به این نگاه نکن به همت خودت که با فضای گشوده شده همت خواست شما و خداوند وقتی فضا رو باز میکنین یکی میشین همت ای شریف شریف همون الست شماست همین که من اول بیت اول اومده تو به هر حالی که باشی میترم یعنی زن شما رو هر جور نشون میده بازم فضا رو باز کن میترم یعنی او رو میترم دائما هوشیاری بجو فضا رو باز کن باز کن بذار از اون ور آب میاد و با فضا گشایی شما دارین چیکار کار میکنین خودتونو از دست این حرف زننده که میخواد خودشو بفروشه رها میکنید بله و بله. این بیتارم داشتیم به سخم مکوش چیم فرز دل است نیزه گفتن که هنر ز پا یابید و دم دید سهلب سهلب یعنی روبا ببینیم ما حرف میزنیم به عنوان من ذهنی فکر میکنیم این فر داره فر یعنی برکت و شکوه ایزدی فر همین چیزی میگفتیم خمیر مایه دو جور فکر کردن و عمل کردن داریم یا به صورت من ذهنی که این من ذهنی با یه انرژی تخریب همراهه انرژی بد همراهه توجه میکنین یکی هم فضای گشوده شده خود زندگی که از اونجا فر میاد شکوه زدی میاد برکت زندگی میاد توجه میکنین این فردی که میگیم همه چی توش هست درسته مثل کوسر میمونه به سخن مکوش پس بنابراین این همه حرف نزن برای اینکه این فر فکر نکن که وقتی حرف میزنی واقعا این حرف های شما دارای فرد شکوهی زدی نیست بلکه مخربه سخنی که دارای فرد سخنی است که از فضای گشوده شده میاد برای همینی که میگه شما خاموش باشید انس تو پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو وقتی زبان ما خداونده در این فرد هست و دیگه حرف منو ذهنی نیست به سخن مکوش که این فرز دل است از این فضای گشوده شده است نه از حرف زدن که روباه هنر رو از پای میابه برای اینکه روباه رو پا نجات میده از شکار شدن بعد میره میشینه که دومم که زرنگیمه منو نجات داده ما انسان‌ها هم از مخمسه و گرفتاری ها به وسیله زندگی رها پید رهایی پیدا میکنیم میگیم زرنگی خودم نجات داد منو زرنگی ما قسمتی از گفتار ماست. اونی که در ما میگه. یکی از خاصیتهایی که ما نباید به خودمون نسبت بدیم و میدیم و افتخارم میکنیم زرنگی ماست. زرنگی ما من منی ذهنیه. توجه میکنین. مثل روبا. که هنر ز پای یابید و ز دم دی صلب میگه به خاطر اینکه دمم واقعا زرنگه در حالی که برای دمش شکارش میکنن این منو نجات میده ما نباید این طوری باشیم اگر حرف زیاد بزنیم مثل دم روباه میشیم زن حالها بگو که هنوز نیامده است چون خوی صوفیان نبود ذکر مامزا هر کسی که از گذشته حرف میزنه این باید زیاد حرف بزنیم درد داره یکی از علتهای زیاد حرف زدن ما دردهای ماست ما با حرف زدن و تکرار مسائل گذشته ایجاد درد میکنیم و به درد احتیاج داریم چون از جنس درد هستیم توجه میکنین در میگه که خوی صوفی واقعی صوفی واقعی که اسمش صافیه فضا و گشوده رفتن به گذشته نیست شما از هر کسی که میره گذشته و گذشته رو زنده میکنه و اوقات تلخی میکنه فرار کنید این آدم من ذهنی دردناک داره و زیاد حرف میزنه و میخواد ثابت کنه که این که رنجش و کینه رو نگه داشته حق داره نداره برای هر کسی که رنجش و کینه رو نگه داره صافی نمیشه صوفی خوب نمیشه اون حالهای خوب و که با گشایی و, و سون که شادی بی سبب پیدا نمیکنه شما خودتون رو نجات بدین و مواظب باشین کسی شما رو به گذشته نبره گذشته توهم ای کسی هی تکرار میکنه آ دو سال پیش این کارو کردی یه ماه پیش اون کارو کردی یا خودتون به اونم نمیجین پیش خودتون هی اینها رو نشخار میکنید و خودتون رو ناراحت میکنید شما بدونید که اشکال دارین و شما همون هستین که درد میکشین و درد پخش میکنین زیاد حرف میزنین میخوایم مردم حرفهای شما رو بخ... بخرند که شما حق دارید ندارید حق کسی دارید که در این لحظه باشه فضا رو باز کنه به سن و طرب دست بزنه یعنی خداوند در سریع او حرف بزنه و فکر کنه و عمل کنه این آدم حق داره چون خوی صوفیان نبود از ذکر ما من دارم علت زیاد, زیاد حرف زدن و میگم که میگه من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری هم زیاد حرف میزنیم هم میخواهم مشتری پیدا کنیم و اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خیشم واخری بله رسیدیم به این سه بیت دوباره الان مشخص شد خیلی چیزها من پیش از این میخواستم پیش از این تحول گفتار خود را مشتری وکنون که الان متحول شدم از تو خداوند میخوام که از این گفته خودم از این گوینده که دائما حرف میزنه میخواد حرفاشو بفروشه منو بخره و من دیدم وقتی من ذهنی داشتم بوت میتراشیدم بوت میفروختم و بودپرست ایجاد می کردم خودم و دیگران رو فریب می دادم الان فضا رو باز کردم مست خداوند هستم و از بودسازی سیر شدم آمد بطی بیرنگ و بو دستم معطل شد به دو استاد دیگر را به جو بهر دکان بودگری بله بت بیرنگ و بو بوتیست که به وسیله زن ساخته نشده بوت بیرنگ و بو خود زندگی است وقتی شما فضا رو باز میکنید باز میکنید شما کنده میشین از این حرف زننده و ساکت میشین این من ذهنی دیگه ساخته نمیشه وقتی فضا باز میشه خیلی باز میشه زندگی خداوند میاد به مرکز شما و این بوت بیرنگ و بوه بیرنگ یعنی از جنس فکر نیست بیبوس از جنس هیجان نیست از جنس خشم و ترس نیست آیا هیچ هیجانی نیست اسمش هیجان نیست ولی طلب عشق است شادی عشق است آرامش عشق است حس امنیت عشق است پس آمد بوتی بیرنگ و بو دستم معطل شد بدو یعنی دستم معطل شد بدو یعنی فکر اونو میکنم و عمل اونو میکنم حواسم به اونه فضا باز شد دستم گیر کرد در دامن خداوند و دستم رو ول میکنه دستم معطل شد بدو یعنی ببخشید من دیگه بت نمیسازم الان کار سازنده میکنم کار سن و طلب انجام میدم استاد دیگر را بجو برو یه استاد دیگه پیدا کن برو یکی دیگه پیدا کن تمام منهای ذهنی استاد بتسازی هستند تمام منهای ذهنی درد دارند و به درد ارتعاش میکنند شما میدین وقتی به درد ارتعاش کرد درد در یکی دیگه بیدار میکنه درد پرست میسازه یکی از جنبه های بود پرستی درد پرستیه اگر درد پرست نیستیم ما رنجش رو چرا نگه میداریم؟ همین الان خوندم میگه خوی صوفیان نبود ذکر ماج... مامزا. ما, ما مزا رو گذشته رو برای چی نگه داشتیم گذشته قسمتی از توهم ماست گذشته وجود نداره این لحظه ابدی است که شما در این لحظه به سن و طرب مشغولید پس از این که گفت من پیش از این میخواستم پس از آن که گفت من فهمیدم نمیتونم کاری بکنم توجه کنید و اکنون همی خواهم یعنی لحظه به لحظه در حال خواستم و دعا هستم از تو چون امیر خاص به دعا گشاید آن لب وقتی شما سوار براغ شدین هوشیاری سوار هوشیاری شد و فضا باز شد اونجا شما امیر خاص اقرب هستین شما میگین که من میخوام اون موقع دعا مستجاب میشه چون خودش برای شما دعا میکنه و چون همی هم ز تو و, و دائما خواستن و این دعا رو نگه میدارید و میرین جلو از او وقتی شما فضا رو باز کردین سوار براخ شدین هی مرتب میخواهین به صورت امیر, خواست، امیر خاصی اقره به دعا گشایدان لب لبتون رو به دعا باز میکنید و میخواین میخواین که از گفت خودتون وا بخرید اونم وا میخره شما رو از دست من ذهنی شما رو میخره درسته و بودها دیگه به یادتون میاد که یه موقع تراش بودین خودتون رو دیگران رو فریب میدادین الان مست خلیل هستین از آزری هم سیر شدین و از آزرها هم سیر شدین متوجه میشین که همین آزرهای زیادی در جهان هست الان بط بیرنگ بو اومده دست و معدل به او شده و در این میگی که ای انسان هایی دیگه که من ذهنی دارین همه استاد سازی و سازی و اینا هستید برای این دکان بودگاری یه استاد دیگه رو پیدا کنید من نیستم من نمیخوام تو این دکان کار کنم میخواد بگه که این جهان به طور کلی بودخانه است شما نگاه کنید دیگه منهای ذهنی بود پرستن. در مرکزشون چیزهایی گذاشتن هر کسی یه جوری اونو میپرسته شما استاد دیگر را به جو نه من برای شما کار میکنم نه تقلید میکنم شما داریم میگین چون الان بوت بیرنگ بو اومده خود خداوند اومده دستم معطل شده به اونجا بر حسب او فکر رو عمل میکنم بر حسب چیز دیگه فکر رو عمل نمی کنم خاموش هستم اگر مردم بخواند تحریک کنم منو چیزی رو به مرکزم بیارن میگم برو کسی دیگه رو پیدا کن من استاد بت نیستم دیگه استاد دیگر را به جو بهر دکان بتگری یه دکان کوچکی بود که من داشتم دائما سا... بت میساختم. ولی جهان ماجرا رو نگاه کنم وضعیت ها همه وضعیت پرستن فکر میکنم وضعیت ها هست که وضعیت ها رو تغییر میده نه حادث منجر به یه حادث دیگه میشه اینا همه حادث هستن ساخته شده هستن شما باید به سن دست بزنید وقتی شما به سن دست زدید و فهمید که با ذهن نباید بود بسازید دیگه دکان رو ویران میکنید که بیت پای میگه دکان ویران کردم استاد دیگر را به جو بحر دکان بودگری دکان بودگری یعنی این جهان شما زندگی میکنید یکی شما رو خشمگین میکنه خشم رو میاره مرکزتون یه چیزی رو زیبا جلوه میده میگه عاشق این بشو شما اونو میاریم مرکزتون درسته و شما هم همین کارو میکنید شما میگیم من فضا رو باز کردم به سن و طرب مشغولم من دیگه بوتساز نیستم و در این دکان بزرگ بودسازی این جهانم نیستم ولو اینکه همه بودپرست و بودساز باشم من نیستم من نیستم دلیلشم این است که من لحظه به لحظه فضا رو باز میکنم از او میخوام که از این گفت خیشم وا بخرید نشانش این است که من می میکنم ساکت هستم درسته باز هم برخواهیم گست پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو از زبان زندگی این ای مردم ای انسان ها شما ذهن خاموش کنید شما حرف نزنید تا من از طریق اون فضای گشوده شده به مرکز عدم حرف بزنم زبان شما من باید باشم درسته چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوش ها را حق بفرمود انس تو ما الان فهمیدیم که قبلا ما حرف میزدیم حرف میزدیم حرف میزدیم دلایلش هم یه تعدادش گفتیم شما دلایل زیاد حرف زدن و میل به فروش حرف رو باید پیدا کنید وگرنه نمیتونید رها بشین از زبان خداوند میگه چون تو گوشی یعنی همش باید تو گوش بدی و من زبان درسته مگه نگفت شما خاموش بشین من حرف بزنم این واژه انس تو خیلی 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 مهمه انس تو یعنی ما به عنوان من ذهنی نباید حرف بزنیم اگه حرف بزنیم خروب هستیم خراب میکنیم حالا که شما اینو میدونید پس تا اونجا که مقدوره کم حرف بزنید چون میدونید یه حرف بزنید کارها رو فقط خراب میکنید کارها رو درست نمیکنید این بیت بخونید پس شما خاموش باشید انس تو تا من خداوند زبانتون بشوم در گفتگوهاتون همه باید این کار رو رعایت کنن و همه از جنس گوش هستن یعنی باید همه شما گوش بدیم و زندگی حرف بزنه و به گوش ها گفته شما خاموش باشین گوش حرف نمیزنه فقط گوش میکنه درسته چون که عاشق اوست تو خاموش باش او تو گوشت میکشد تو گوش باش در این جهان فقط خداوند عاشقه شما هم وقتی از جنس او میشین عاشق میشین چون که عاشق خداونده تو به عنوان من ذهنی خاموش باش وقتی بیت اول گفته من این من اصلی از جنس السته حالا چی درک میکنی باید خاموش باشی تا جنس اصلی تو پیدا کنی جنس اصلی تو از اونه پس خاموش باش تا از جنس اصلی اصلیت بشه که خداونده چون که عاشق خداونده تو به عنوان من ذهنی خاموش باش او چون گوشتو میکشه یعنی تو را آگاه میکنه تنبیه میکنه پس تو گوش باش حرف نزن درسته انس تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق گشتی گوش باش این فرمان خاموش باشید و چه آیه داد؟ نشون دادیم دیگه الان دیگه نشون نمیدیم انس تو رو گوش کن یعنی خاموش باشید و گوش کن خاموش باش زنده تو خاموش کن به این علت تو که هنوز زبان حق نگشتی هنوز زندگی از طریق تو حرف نمیزنه پس گوش باش یعنی گوش بده اینا همه دلیل برای اینه که نه ما باید زیاد حرف بزنیم نه حرف ها رو بفروشیم توجه کنیم فروش حرف منهای ذهنی خیلی خطرناکه اگر بخرند ما مجبوریم با من ذهنی حرف بزنیم نمیتونیم از شر من ذهنیمون خلاص بشیم درسته؟ این که میگه مست خلیلم سیر آمدم از آذری اگر مرتب مردم حرفهای یاوه ما را بخرند چون ما خودمون که میدونیم یاوه میگیم بخرند ما ما هم فروشنده ایم دیگه مردم میخرن ما بفروش بفروشیم دیگه اشکالی نداره ما تو من ذهنی گرفتار میشیم میمونیم هر کی اومد حرفهای ما رو بخره میگیم برو دنبال کارت من حرف نمیفروشم برو خودت فکر کن خودت میتونی سن داشته باشی بله چند بیت میخونم که شما بدونید الان اگر قرار خود زندگی خداوند از طریق ما حرف بزنه و ما حرف میزنیم و او بیناست و ما بینا نیستیم این خطاست و بیادبیه و بیادبیه مولانا میگه اگر الان خداوند میخواد از طریق شما حرف بزنه ولی شما امان نمیدین این بیادبیه و سرنگون خواهیم شد خب اگر ما سرنگون میشیم به عنوان خروب به مرادم نمیرسیم شما نمیخواین قبول کنید حرف نزنید یعنی بیت اول عمل کنید پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل قفلت و نقصان ماست پیش بینا شد خموشی نفع تو خموشی نفع تو بهرین آمد خطاب انس تو گر بفرماید بگو برگوی خش لیک اندک گو درازن در مکش بینا مولاناست بینا خود خداوند مخصوصا زندگی است که با فضای گشوده شده ما به او آگاه میشیم پس الان اگر خداوند از طریق شما میخواد حرف بزنه شما در این خبر میگین هی اطلاعات میدین با من ذهنی این کار چیه خطاست اگر یکی این کار بکنه بخواد حرف بزنه با من ذهنی و مشتری پیدا کنه و حرفاشو بفروشه این نشون میده که ناقصه و قافله از چین ناقصه برای که من ذهنی داره قافله نمیدونه که باید خداوند حرف بزنه او حرف نزنه همه الان شعراشو خوندم پیش بینا آدمی مثل مولانا یا خود خداوند خاموشی به نفع ماست برای این خطاب انس تو اومده خاموش باشید اگر آدمی مثل مولانا یا خداوند به صورت سن شما فضا باز کردین گفت اینا رو بگو اونا رو همینا رو بگو درسته ولی کم بگو خیلی طولانی نکن درسته وان که اندر وهم او ترک ادب بی ادب را سرنگونی داد رب و شما میدونید ما الان تو توهم من ذهنی هستیم چون بر حسب چیزهای مجازی میبینیم یه تصویر ذهنی هستیم تصویر ذهنی یعنی اینکه که هوشیاری بر حسب همانیدگی ها میبینه این وهمه این توهمه در وهم ما که بر حسب من ذهنی حرف میزنیم ترک ادب وجود داره چون این لحظه زندگی بر اساس سن و طرف میخواد حرف بزنه ما بر اساس تقلید و سببسازی مندر آورده که خودمون توجیه میکنیم نقصه های خودمونو بر حسب اون بدبختی خودمونو حرف میزنیم در این توهم و اینجوری حرف زدن پیش خداوند ترک ادب وجود داره و بی ادب سرنگون خواهد شد بی ادب را سرنگونی داد رب شما میبینین که سرنگون میشیم دیگه ما مراداتمون شکست پاس هیچ موقع به مرادات این جهانی نمیرسیم آخر سر هم تو من ذهنی میمیریم سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیش راند به این علت ما به صورت من ذهنی سرنگون میشیم برای اینکه از سر زندگی و خرد زندگی دور ماندیم و این عقل جزوی من ذهنی رو گرفتیم و خودمون اونا سر ساختیم میگیم این عقل و تنها جلو میریم زندگی رو اداره میکنیم و از سر نگوم میشیم پیش بینایان کنی ترک ادب نار شهوت را از آن گشتی حتب چون نداری فتنت نور خدا بحر کوران روی را میزن جلا پیش بینایان هدست در روی مال ناز میکن با چنین گندیده حال ببینیش مولانا میگه من ذهنی داریم حرف میزنیم درد ایجاد میکنیم از دردهای قبلیمون دفاع میکنیم چه صافتا در روی صورت ما مالیدیم پیش بینا نشستیم اول پیش خداوند نشستیم نازم میکنیم تازه با این وضع پیش بی همیشه بینا انسان عارفند و خود خداوند پیش بینایان ترک ادب میکنید چرا با من ذهنی حرف میزنیم تازه حرف همون هم میخوایم بفروشیم برای همین هیزم آتش شهوت شده ایم شهوت چیزهایی که در مرکز ما هست داریم ما رو میسوزونه دائما در فکر زیاد کردن اونها هستیم در حرسش هستیم و در تخریب اونها هستیم در دردهای هستیم در مسل سازی هستیم در مانع سازی هستیم در کارافزایی هستیم در دشمن سازی هستیم در توجیه اونها هستیم در نتیجه زندگی ما داره تلف میشه مثل هیزم داره میسوزیم. آیا شما تجربه نکرده این که مثل هیزم در آتش من ذهنی و دردهای اون میسوزین شما درد نمیکشین برای اینکه ترک ادب میکنیم با چون این هوش این زرنگی خرد زندگی فتنت در اینجا همین زیرکی خود زندگی است باهوشی خود زندگی است هوش زندگی است چون نداری فتنت و نور هدایت کننده که از فضای گشوده شده میاد برای کوران یعنی منهای ذهنی صورت و آرایش کن همین حرف های خوب بزن فضا رو باز نکن به عشق رو نیار جلا همین حرف زدن ماست که با حرف زدن میتونیم خودمون رو خوب نشون بدیم اما شما میدونین که اگر یه بینا به شما نگاه کنه یا خداوند نگاه کنه میفهمی که تو چه صافت میمالی صورتت تازه چه درد که میمالی تو صورتت هیچی تازه نازم میکنه یعنی میگه من احتیاج ندارم نه به خداوند نه به بینای مثل مولانا در حالی که این حال جندیده رو داری ادامه میدی پس اگر با حرف زدن به صورت من ذهنی ما این حال جندیده پر از درد خودمون رو ادامه میدیم و تازه حس بینیازی هم میکنیم این کار خیلی زشته خیلی بده آگاه میشیم بهش